سلام و درود به شما. در این برنامه میخواییم به شما بگیم چطور مصرف بعضی از مسکن‌ها یا آرام بخش‌ها میتونه اعتیادآور باشه. شاه بهمنی هستم، پزشک عمومی. وقتی کدئین یا ترامادول میخوریم دقیقاً چه اتفاقی در مغز میفته؟ در چه مواردی مصرف این داروها منجر به اعتیاد میشه؟ بحران اعتیاد به فنتانیل در آمریکا و کانادا، دارویی که حتی لمسش ممکنه منجر به مسمومیت بشه. با گروه ویژه اورژانس ونکوور حاضر یک ماموریت هستیم. همراه نیروهای اورژانس و پلیس کانادا شدیم تا ببینیم یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا چطور با اووردوز یا مصرف بیش از حد مواد مخدر برخورد می‌کند. احتمالاً براتون پیش اومده که از پزشک یا از داروخانه خواسته باشین که آرام بخش و مسکنی رو که قبلا براتون تجویز کردن یک بار دیگه تکرار کنن. با اونها هم قبول نکردن و شما هم بدون نسخه خواستین که تاییدش کنید. در این برنامه میخواییم به شما بگیم که چطور بدن ما نسبت به داروهایی که شبه مورفین هستن مثل ترامادول، کدئین و یا اکسیکودون وابسته میشه. در واقع دارویی که برای مدت کوتاهی قرار بوده مصرف کنیم که درد و التیام بده، الان ممکنه به دلیل مصرف بیش از اندازه باعث بروز مسمومیت، اعتیاد و حتی مرگ بشه. صحبت از مرگ چند ده نفر نیست. سال گذشته در آمریکا 70,000 نفر به دلیل مصرف دارو جان خودشون رو از دست دادن که بیشتر هم ناشی از مصرف داروهای شبه مورفین بوده. ویدیوی کوتاهی رو با هم می‌بینیم که توضیح میده بدن ما چطور به مسکن‌ها وابسته میشه. اسم این خانم سوزانه. سوزان دوچرخه سواری رو دوست داره. یه بار که رفته بود دوچرخه سواری میفته و بازوش میشکنه. سلول‌های خاصی به اسم نورون از راه نخاع علائمی رو به مغزش میفرستن که مغز متوجه درد میشه. سوزان میفهمه که این درد یعنی باید به بیمارستان بره. خیلی از نورون‌های سوزان توسط پروتئین‌هایی به نام گیرنده‌های شبه مورفینی پوشونده شدن. این گیرنده ها مثل ترمز عمل می کنند و باعث کند شدن توانایی نورون برای فرستادن سیگنال درد می شن. بدن بعد از صدمه دیدن مسکن های طبیعی به نام اندورفین ترشح می کنه. اندورفین مثل کلیدی که قفل رو باز می کنه باعث کم شدن سیگنال درد و جلوگیری از هراس و سراسیمگی می شه. بعد از 3 ماه استخون سوزان جوش می خوره ولی بازوش هنوز درد می کنه. حالا این درد باعث افسردگی و اضطرابش میشه. برای همین دکترش بهش مسکن شبه مورفینی میده. این مسکن‌ها انواع بسیاری دارن ولی همه‌شون از نظر شیمیایی شبیه اندورفینای بدن خودمون هستن. برای همین میتونن به گیرنده‌های شبه مورفینی متصل بشن و از سیگنال درد جلوگیری کنن. ولی تنها کاری که میکنن این نیست. داخل مغز سوزان ناحیه‌ای به نام ونترال تگمنتال یا VTA وجود داره که پر از نورون‌های تولید کننده دوپامینه. وقتی یه اتفاق خوب میفته دوپامین ترشح میشه که به سوزان حس لذت میده و به مغزش کمک میکنه به دنبال چیزای خوب بگرده. برای کنترل نورون‌های دوپامین، نورون‌های بازدارنده تا زمانی که اتفاق خوبی بیفته ترمزا رو میکشن. این نورون‌ها درست مثل نورون‌های درد با گیرنده‌های شبه مورفینی پوشونده شدن. داروهای مسکن سوزان نورون‌های بازدارنده رو از کار میندازه و ترمز نورون‌های دوپامین رو هم قطع می‌کنه. ترشح یکپاره دوپامین افسردگی و اضطراب سوزان رو به صورت موقت از بین می‌بره و اون احساس تسکین، آرامش و حتی شعف می‌کنه. تا زمانی که سوزان به خوردن این مسکن‌ها ادامه میده، مغزش سعی میکنه تعادل رو برقرار نگه داره. حتی زمانی که گیرنده‌های شبه مورفینی فعالن، نورون‌های بازدارنده سوزان مجبور میشن که بیش از پیش کار کنن و این باعث میشه که نورون‌های دوپامینش بیشتر و بیشتر از قبل دوپامین ترشح کنن. سوزان متوجه میشه که برای احساس راحتی باید دوز مسکن‌هاشو بالا ببره. در نهایت مسکن‌های سوزان تموم میشه و نورون‌های بازدارنده که تا حالا به شدت مشغول کار بودن فعالیتشون کم میشه و جلوی نورون‌های دوپامین رو تقریبا به طور کامل میگیرن. حالا سوزان نه تنها احساس درد میکنه بلکه افسردگی و اضطرابش هم برگشته. احساس درموندگی و استیصال هم بهش اضافه شده.
در واقع بدن سوزان عوارض جانبی ترک اعتیاد رو تجربه میکنه. بیشتر افرادی که مدت طولانی اوپیوید مصرف میکنن به این عوارض مبتلا میشن، ولی با این حال میتونن مصرف مسکن رو متوقف کنن و به حال عادی برگردند. ولی برای بعضی ها مثل سوزان این کار آسون نیست. ژنتیک و محیطی که در اون بزرگ شده اونو بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار میدن. عوارض جانبی ترک اعتیاد نه تنها براش ناخوشاینده، بلکه غیر قابل تحمله. سوزان فکر میکنه تنها راه برای حس راحتی پیدا کردن اوپیوید بیشتره و اینطوریه که چرخه اعتیاد به داروهای اوپیوید شروع میشه. ولی نکته مثبت و مهم اینه که برای سوزان یه راه نجات هم هست. روش‌های درمانی میتونن مغز سوزان رو دوباره آموزش بدن. با کمک دارو و روان درمانی سوزان میتونه دوباره از زندگیش لذت ببره. مسمومیت ناشی از مصرف داروهای شبه مورفینی علاوه بر تاثیراتی که تو ویدیو با هم دیدیم میتونه روی سیستم تنفسی اثر بگذاره و اونو کاملا متوقف کنه که به این حالت میگن اووردوز یا مصرف بیش از اندازه. سازمان پزشکی قانونی ایران در سال 95 اعلام کرد که بیش از 1600 نفر از ایرانی ها به دلیل اووردوز یا مصرف بیش از اندازه جان خودشون از دست دادن که البته این آمار در کانادا و آمریکا ده ها برابر بیشتر هست و علتش هم مصرف داروی فنتانیل هست. فنتانیل دارویی است که به طور کامل در آزمایشگاه تهیه میشه و در پزشکی هم مصارف زیادی داره. اما مشکل از اونجایی شروع شد که فنتانیل به خیابون‌ها راه پیدا کرد و به طور غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفت و اینجا بود که به طور بی سابقه ای آمار مرگ و میر رو بالا برد و چهره اعتیاد رو تغییر داد. حالا با هم ببینیم که فنتانیل چیه. فنتانیل داروی جدیدی نیست، ولی در 3 سال گذشته مصرف اون به قدری زیاد شده که تو آمریکای شمالی بحران ایجاد کرده. اما این ماده دقیقاً با مغز و بدن چه کار میکنه؟ فنتانیل یه داروی شبه مورفینیه که جلوی سیگنال درد رو تو مسیرهای متعدد در مغز و نخاع میگیره. به همین دلیله که در اصل به عنوان مسکن تجویز میشه. فنتانیل باعث افزایش ترشح دوپامین توی مغز و حس شعف و آرامش شدید هم میشه. در اصل فنتانیل کنترل رو از دست سیستم تسکین خود بدن یا سیستم اندورفین میگیره. فنتانیل مثل اندورفین اما بسیار قوی تر به گیرنده های شبه مورفینی متصل میشه. این کار میتونه توانایی مغز رو برای اندازه‌گیری میزان دیوکسید کربن توی بدن کم کنه. یعنی مصرف فنتانیل میتونه تنفس رو متوقف کنه و باعث بروز اثرات جانبی دیگه‌ای مثل سرگیجه، لرز، استفراغ، از حال رفتن، دشواری در ادرار و یبوست بسیار شدید بشه. علاوه بر این فنتانیل از شبه مورفین‌های دیگه خیلی قوی تره. 100 بار قوی تر از مورفین و 50 بار قوی تر از هروئین. بیشتر داروها برای اینکه مؤثر باشن باید از سد خونی مغزی عبور کنن. این سد به مواد حلال در چربی کوچیک اجازه عبور میده و جلوی مولکول‌های آبدوس رو میگیره. هم مورفین و هم هروئین در چربی حل میشن، اما اجزای آبدوست بارداری دارن که عبور اونها رو از سد خونی مغزی کند میکنه. اما فنتانیل به شدت غیر قطبیه و حلال در چربی، در چند ثانیه به مغز میرسه و به همین دلیل خیلی خطرناکه. دوز کشنده فنتانیل فقط حدود 2 میلی‌گرمه که در لوله آزمایشگاه شبیه 2 ذره نمکه. تجویز میزان مناسب فنتانیل دقت خیلی زیادی لازم داره، چون به راحتی میتونه فرد رو مسموم کنه. مواردی گزارش شده که فرد فقط با لمس فنتانیل یا استنشاق گرد اون مسموم شده. اگرچه بعضی از سمشناسا به صحت این موارد شک دارن. تزریق به موقع نالوکسان با مسدود کردن گیرنده های شبه مورفینی میتونه مسمومیت رو برطرف کنه. امروز سرعت افزایش تلفات ناشی از مسمومیت با مواد مخدر توی آمریکا خیلی بیشتر از قبله. 65,000 مرگ در سال 2016 در مقایسه با 59,000 مرگ در سال قبلش. مسکن‌های شبه مورفینی دلیل بیشتر این مرگ‌ها هستند. این آمار از بیشترین موارد مرگ با اسلحه،
مرگ و میر در اوج بیماری ایدز و بالاترین تلفاتی که ناشی از تصادفات رانندگی هم هست بیشتره. همه اینا نشون میده که در آخر سال 2017 وضع بدتر شده. دلیلش هم تجویز گسترده شبه مورفین ها برای درده که منجر به اعتیاد میشن. برای کسایی هم که نسخه ندارن دسترسی به دارو راحته و این یعنی میلیون ها قرص به دست کسانی میرسه که نباید برسه. الان خطر بیش از پیش واضح شده و دکترها تجویز شبه مورفین ها رو کم کردن، ولی ده ها هزار نفری که به اونها معتاد شدن به دلیل این اعتیاد به دنبال بازارهای غیرقانونی میرن. با افزایش تقاضا بازارهای غیرقانونی هم به دنبال تولید ارزون میرن. برخلاف هروئین که از خشخاش گرفته میشه، فنتانیل کاملا توی آزمایشگاه تولید میشه و خیلی ارزون توی هر مکانی میشه اونو ساخت. چین بازار اصلی تولید فنتانیل و قوانین آمریکای شمالی سعی داره جلوی این عرضه رو بگیره. اما سازمان ملل متحد تأکید میکنه که برای حل این بحران باید افراد رو قانع کرد که از شبه مورفین ها استفاده نکنن، وگرنه بستن بازار چین ممکنه صرفا باعث بشه کشورهای دیگه ای شروع به تولیدش بکنن. بعضی از کارشناسا دولت ها رو تشویق میکنن که از مکان های مصرف امن برای افراد معتاد و نظارت بر اونها حمایت و خطر مسمومیت رو کم کنن. توی این جاها میشه از مشاوره و داروهای ضد عوارض ترک هم استفاده کرد و به ترک اعتیاد کمک کرد. اما اپیدمی ناشی از اووردوز فنتانیل محدود به کانادا و آمریکا نمیشه. سازمان ملل اعلام کرده که بحران ناشی از فنتانیل در کمین تمام کشورهای جهان نشسته. همکارم امیر پیام سفری به ونکوور کانادا داشته. امیر پیام خودش سالها در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد فعالیت داشته. ونکوور کانادا نقطه آغاز بحران فنتانیل است. مستندی رو با هم می‌بینیم که در اون راه‌های پیشگیری از اووردوز و همینطور کمک‌های اولیه به کسی که اووردوز کرده رو به ما آموزش میده. همینطور ببینیم که کشور کانادا چطور داره سعی می‌کنه تا مرگ و میر ناشی از اووردوز رو به صفر برسونه. راه حل‌هایی که می‌تونه در ایران و افغانستان هم مفید و مؤثر باشه. سال گذشته 85% از اووردوزها به فنتانیل ربط داشته. اووردوز هر سال 365 نفر رو در ونکوور کشت، یعنی روزی یک نفر. الان دیگه تو ونکوور هروئینی تو بازار نمونده. هر چی هست یا فنتانیل یا مشتقاتش که تو کف خیابون دست به دست میشه. 55 تا از دوستای من به علت اووردوز مردن. اوایل طوری شده بود که هر هفته 3 تا تشییع جنازه می‌رفتن. بخش مهمی از فنتانیل غیرقانونی تو ونکوور از چین میاد، از طریق پست. هرچه که بازار مواد مخدر مورفیندار وجود داره، دیر یا زود باید منتظر ورود فنتانیل باشن. آدم ها برای تغییر زندگیشون اول باید زنده بمونن. مرکز آمبولانس بی سی. یه دستتو بذار رو اون یکی محکم و سریع، حداقل 30 ثانیه، هر ثانیه 2 بار و هر بار 5 سانت قفسه سینه رو فشار بده پایین. سخت‌ترین قسمت این اپیدمی اینه که تموم بشو نیست. یعنی مثل یه کنسرت موسیقی یا یه مراسم مشخص نیست که میدونی کی شروع میشه و کی تموم میشه و میتونی براش برنامه بریزی. 7 سال پیش که من شروع کردم به ندرت میدیدی یه نفر تو اورژانس تلفنی احیای قلب و تنفس مصنوعی بده. انقدر کم بود که مدیر شیفت میرفت پشت بچه‌ها وای میستاد تا اطمینان خاطر بهشون بده. اما الان روزایی هست که همه اینجا دارن با هم از پشت تلفن احیای قلب و تنفس مصنوعی میدن. مرکز اورژانس و امداد استان بریتیش کلمبیا برای مواجهه با بحران بیش مصرفی
در 2 سال گذشته تیم‌های ویژه اووردوز تشکیل داده. در سال 2017 در استان بریتیش کولومبیا ما نزدیک به 23,000 مأموریت اووردوز داشتیم. رقم خیلی بزرگیه و از نظر عملیاتی خیلی دشوار. تو ونکوور، اونم فقط تو داونتاون ایست ساید که کل محدودش 400 متر در 400 متره، ما به 5,200 مورد اووردوز پاسخ دادیم. امدادگرای ما به طور متوسط دارن روزی 130 آمپول نالوکسان تزریق میکنن. با همه اینها متاسفانه آمار هنوز داره بالا میره. این امدادگران که اکنون تعدادشون به 20 واحد رسیده، در طول روز در سطح شهر و مناطق پرخطر گشت زنی می کنند تا در صورت دریافت مأموریت یا مشاهده افراد مشکوک به اووردوز هرچه سریعتر به اونها کمک کنند. برای همراه شدن با 2 نفر از این امدادگران باید ابتدا آموزش تنفس ایمن در محیط های پرخطر رو می گذراندیم. ما برای کمک اینجاییم، ما برای کمک. متاسفانه اون بیمار دچار آسیب مغزی شده بود، برای مدتی طولانی بیهوش افتاده بود. نالوکسان اثر کرده بود، تنفسش خوب بود، معلومه که چشمش ریز نبود دیگه، اما نمیتونست به هوش بیاد و بدنش حرکت‌های نامعمول میکرد. در این وضعیت 2 حالت ممکنی روی داده باشه. اول ضربه به مغز بر اثر زمین خوردن که خب ما جای ضربه رو سرش ندیدیم. دوم اینکه مغز به علت نرسیدن اکسیژن آسیب دیده. متاسفانه این مورد خیلی زیاد پیش میاد. اگر نمی رسیدیم مرحله بعدی ممکن بود که ایست قلبی باشه. یه ماموریت داریم. با گروه ویژه اورژانس ونکوور بازن یک ماموریت هستیم. جایی گفتیم که یک مرد بیهوشه و نمیتونه نفس بکشه به خاطر اینکه بیش از حد مواد استفاده کرده. به هوش اومده، شما میتونید برید. بعد از اینکه ما برسیم ماموریتشون میتونستیم به هوش بیارن و الان دیگه این ماشین گروه ضربت آزاد هستش برای ماموریت بعدی. جنسی که امروز پخش شده تو خیابون خیلی قوی تر از معموله، هم خیلی طول میکشه و هم نارکن بیشتری باید بهش تزریق کنیم تا به هوش بیاد. اینجا همون جایی که چند دقیقه پیش بودیم، منتها اون مورد اول روی خیابون بود، این مورد دوم توی ساختمون اتفاق افتاده، ساختمونی که ما اجازه نمیدن توش فیلم برداری بکنیم، اما نشون میده که در عرض 1 ساعت 3 مورد تقریبا در یک مساحتی کمتر از 500 متر مربع. اعتیاد تو داونتاون ایست ساید خیلی متراکم و عریانه، شما به وضوح تو کوچه ها میبینید، ولی واقعیت اینه که همه جای مشکل هست، هر کسی میتونه معتاد بشه. ما تو شهر سوری مشکل جدی داریم، اما همه جای شهری مشکل هست. آدم هیچ وقت نمیدونه که کی چه وقت داره مصرف میکنه و کجا و کی ممکنه اووردوز بکنه. این تیم با 2 نفر کارش رو شروع کرد حدود 1 سال و نیم پیش و در اوج اپیدمی اووردوز. این بدترین بحران در سابقه کاری 30 ساله منه. اگه کسی رو دیدین که رنگ و روش کبود شده و نفس نمی کشه باید سریع به اورژانس زنگ بزنید، یا اگر دیدین داره از هوش میره. اونایی که اونجا هستن تا وقتی که شما میرسین چی کار میتونن بکنن؟ اگه میتونید تنفس مصنوعی بدید به قربانی، اگه قلبش نمیزنه احیای قلب مصنوعی. از نظر آماری باید بگم اعتیاد سراغ همه میره. هر کسی ممکنه اووردوز بکنه، فرقی نمیکنه فقیر یا پولدار، با سواد یا بی سواد. برای همینی که ما همیشه توصیه میکنیم اولا در تنهایی مصرف نکنید، دوما اگر کسی رو دیدید اووردوز کرده به اورژانس زنگ بزنید. نگران نباشید، ما برای کمک میاییم نه برای قضاوت کردن. خوبی؟ همه چی ردیفه؟ باشه، فقط میخواستم مطمئن بشم. Hey! 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 H
سیاست مبارزه با مواد مخدر ما میگه هدف ما معتاد نیست، طرف حساب ما قاچاقچیه. البته که معتادها رو هم اگه مثلا نزدیک مدارس یا مکانهای عمومی و پارک بچه ها مصرف کنن بازداشت میکنن. تو سال 2006 دستورالعمل جدیدی برای مواجهه با اووردوز در نظر گرفتیم. برای اینکه مردم رو تشویق کنیم موقع اووردوز به اورژانس زنگ بزنن، قرار شد تو مواردی که اووردوز عادیه و مرگی اتفاق نیفتاده پلیس به محل اعزام نشه تا مردم نگران سوء سابقه و اینا نشن. بخش مهمی از فنتانیل غیرقانونی تو ونکوور از چی میاد؟ از طریق پست. قبلا پلیس دنبال کشف محموله‌های سنگین و کیلویی بود، اما حالا فقط چند گرم میتونه صدها بسته بشه و چندین نفر رو بکشه. بخش بزرگی از اووردوزهای مرگبار به علت مطلع نبودن مصرف کنندگان از میزان خلوص یا اضافه شدن فنتانیل به بسته‌های مواد مخدر اونها روی میده. همزمان ردگیری و مبارزه با توزیع غیرقانونی فنتانیل هم بسیار دشواره. فنتانیل یه داروی قانونیه که در بیمارستان‌ها به ویژه در زمینه بیهوشی کاربرد داره. بحران از اونجا شروع شد که در سال 2014 متوجه شدیم در ونکوور فنتانیل وارد بازار مواد مخدر شده. الان میخوام بهتون نشون بدم که چطور وقتی قاچاقچی‌ها جنسو خرد می‌کنن بسته‌های خطرناک و مرگبار فنتانیل درست میشه. شکر سفید رو به جای موادی که معمولاً باهاش خلوص ماده مخدر اصلی رو پایین میارن استفاده می‌کنیم و این شکرای آبی هم مثلا فنتانیل یا مشتقات شبیه اونه. قاچاقچی ها هم معمولاً با همین مخلوط کنها کار میکنن. ببینید، معمولاً فنتانیل رو 1:100 قاطی میکنن، یعنی مثلاً 1 میلی گرم فنتانیل و 100 میلی گرم چیزایی که قاطیش میزنن. معمولاً یه بست مواد خیابونی توش 1 میلی گرم فنتانیل داره. ببین، این همون جنسه که الان مخلوط کردیم با همون خلوص 1:100. اما مثلاً اینجا رو ببین، با همین بغلش مقایسه کن. این تقریبا هیچ شکر آبی توش نیست، در صورتی که این یکی پر از دونه های آبی. این اون بسته ایه که به راحتی مصرف کنندش اووردوز میکنه. حتی با وجود اینکه ما دقیقا 1:100 مخلوط کردیم، اما موضوع اینه که یک میزان پخش نمیشن و یک بسته با بسته دیگه خلوصش فرق میکنه. هروئین 2 برابر مورفین قدرت داره. فنتانیل 100 برابر مورفین قدرت داره. کارفنتانیل 10,000 برابر مورفین قدرت داره. خیلی کمه، فقط چند تا دونه، خیلی ریزه. اصلا دیده نمیشه. الان دیگه تو ونکوور هروئینی تو بازار نمونده. هرچی هست یا فنتانیل یا مشتقاتش که تو کف خیابون دست به دست میشه. هر جا که بازار مواد مخدر مورفیندار وجود داره، دیر یا زود باید منتظر ورود فنتانیل باشن. چرا؟ قضیه ساده است. موضوع صرفه‌جویی در هزینه است. وقتی قاچاقچی‌ها هزینه ترانزیت بین‌المللی چند کیلو هروئین رو در برابر فقط چند گرم فنتانیل محاسبه می‌کنن، خب فنتانیل خیلی ارزان‌تر در میاد براشون. فرق قاچاق فنتانیل با بقیه مواد اینه که همه میتونن برن تو اینترنت و در اون بخش تاریک وب فنتانیل سفارش بدن. بعدش هم میبینیم که فنتانیل رو با استفاده از بیت کوین و این پولای مجازی خرید و فروش میکنن که امکان ردگیریش برای پلیس بسیار دشواره. و آخر سر هم از طریق پست میفرستنش. ونکوور نخستین شهر آمریکای شمالیه که روش‌های کاهش آسیب رو از 20 سال پیش گرفته. این شهر سیاست‌هایی چون توزیع سرنگ، کاندوم رایگان و ایجاد مراکز تزریق سالم رو به عنوان ستون 4 مبارزه با مواد تعیین کرد. به این امید که در کنار 3 ستون دیگه، یعنی پیشگیری، درمان و مبارزه پلیسی، پلی ایجاد کنه میان اعتیاد پرخطر و خدمات مددکاری و درمانی. وقتی خونتون آتیش گرفته دیگه وقت حرف زدن از پیشگیری نیست. باید یه سطل آب بردارید و بپاشید رو آتیش. برای نتیجه گرفتن از سیاست 4 ستونی باید اجراش کنید، نه اینکه فقط دربارش حرف بزنید. ونکوور اجرای سیاست 4 ستونی رو آغاز کرد، اما کامل اجراش نکرد. علتش هم تغییرات سیاسی بود. مهمترین چیز اینه که باید اول جامعه، مسئولان محلی و کشوری و رهبران بیان جلو و بگن که روش‌های فعلی جواب نمیده و شکست خورده و حالا باید دنبال روش‌های جایگزین رفت. اونچه در ونکوور داره روی میده شاهد دیگری بر شکست سیاست‌های مقابله با مواد ماست.
هزاران نفر دارن بر اثر اووردوز با فنتانیل میمیرن. فنتانیل غیر قانونی. مردم میرن یه ماده مخدر مثل هروئین بخرن، اما در حقیقت اون فنتانیله. بنابراین آدما میمیرن چون نمیدونن چی دارن مصرف میکنن. این نتیجه مستقیم ممنوعیت مواد مخدره که اجازه کنترل کیفی بر بازار عرضه مواد رو نمیده. اون مرز داونتاون ایست سایده. بیشتر قربانیان اووردوز اگه تحت یه سیستم مشخص مواد خودشون رو دریافت میکردن و در یک محل ایمن مصرف میکردن الان زنده بودن. ما هنوز دو پهلو حرف میزنیم. از یه طرف میگیم اعتیاد یه بیماری مزمنه، یه موزل بهداشتی و پزشکیه، اما در عمل چی کار میکنیم؟ پلیس زیاد میکنیم، بر خود غذایی زیاد میکنیم. حالا کار داریم. حتی اینجا تو کانادا که ما در مواردی پیشگام بودیم، هنوز تا تغییر از رویکرد مجرمانه به رویکرد بهداشتی خیلی راه داریم. آدم‌ها برای تغییر زندگیشون اول باید زنده بمونن. اگه گفتی معتادا چجوری میگن خداحافظ؟ میگن وایسا همین الان بر میگردم. داری میری؟ از هیچکی ناامید نشین، همه میتونن عوض بشن. اگرم نخواستن عوض بشن هیچ اشکالی نداره. آموزش رو شروع کنید. بیا تری، اووردوز کرده، بلندش کن. هر 3 تا 4 ثانیه یک تنفس میدین. از اینا برای تنفس مصنوعی استفاده کنید. اینجوری بزنید که محلول بره پایین. بعد بکشینش تو سرنگ. نارکم باعث میشه چونشون شل بشه و بعد راحت میشه لوله اکسیژن رو فرستاد پایین. خوبی اینجا اینه که ما میتونیم فوراً به اووردوز یا بیش مصرفی رسیدگی کنیم. It's July 31st. I'm Sarah Blythe. This is the Overdose Prevention Society. Action. سال 2016 بود. من تو بازارچه محلی اینجا مدیر بودم. مردم هر دقیقه می اومدن و میگفتن تو کوچه پشتی یا تو پیاده رو یکی اووردوز کرده. ما هم آمپول نارکن برمی‌داشتیم و منم که سالها تو این سایت کار کرده بودم و میدونستم چی کار کنم، میرفتیم نجاتشون میدادیم. داوطلبایی که تو مؤسسه ما کار میکنن یا خودشون قبلا اعتیاد داشتن یا هنوز دارن و اینجا به هم دیگه کمک میکنن. ما هفته یه بار آموزش میدیم که چطور میشه جون یه نفر رو از اووردوز نجات داد. مهمترین قضیه اینه که این افراد خودشون به خودشون کمک کنن. ما جون آدما رو اینجا نجات میدیم. جون هزاران نفر در سراسر کانادا به علت وجود چنین مراکزی نجات پیدا کرده. اما این کافی نیست. ما باید مطمئن بشیم که افراد به ماده مصرفی سالم دسترسی دارن. اینجا ما از خیلی‌ها می‌شنویم که آدم‌ها به خاطر مشکل جسمی یا روانی رفتن دکتر و دکتر بهشون مسکن شبه مورفینی داده. بعد کم کم معتاد شدن و دوز مصرفشون بالا رفته تا جایی که نسخه دکتر قطع شده و بعد اونا افتادن تو خیابون دنبال مواد مخدر مورفین دار. حالا اونا که به علت تصادف جراحت داشتن و درد می‌کشیدن یا مثلا رو صندلی چرخدار می‌نشستن، باید علاوه بر دردسرای این جراحات با اعتیاد هم سر و کله بزنن و این موقعیت اسفناکی رو براشون به وجود آورده. خطرناک‌ترین چیز در مورد اووردوز اینه که 2-3 دقیقه ازش بگذره. هر دقیقه مهمه. اگه دیر برسین ممکنه آسیب مغزی ببینه یا بعداً تو بیمارستان بمیره. ما باید مطمئن بشیم که اگه افراد کمک لازم داشتن، امکان کمک رسانی رو داریم. در حقیقت کمک بلند مدت، نه امداد و نجات آنی. اگه میخوان ترک کنن، امکانش باید مهیا باشه. باید مسکن مناسب براشون فراهم کنیم، نه جایی که کثافت از در و پنجرش میریزه، پر از سوسک و موشه و دیوارا کپک زدن. معلومه که هر کسی در چنین شرایطی زندگی کنه و یا شب تو خیابون بخوابه، صبح که بلند شد به خودش میگه باید یه چیزی بزنم که بدبختیام یادم بره. ما این کیت‌های نالوکسان رو برای نجات مردم استفاده می‌کنیم. همه جا در مراکز پیشگیری از اووردوز تو ونکوور میشه یکی از اینا مجانی گرفت. معمولاً توش 3 تا سرنگ و 3 تا آمپول نارکن هست.
اینم مخصوص نفس مصنوعی دادنه که اگر لازم شد دهن به دهن تنفس بدین. آمپولو اینطوری بکشید تو سرنگ. حالا نارکن آماده است. ما معمولاً میزنیم اینجا، تو کشاله رون. دقت کنید که چیزی توی جیبش نباشه یا چیزی راه سوزن رو نگرفته باشه. اوایل آمپول و سرنگ نداشتیم و ناچار میشدیم بریم از مراکز دیگه مثل این سایت تهیه کنیم. ولی کم کم دیدیم باید خودمون تجهیزات کافی داشته باشیم. ما اول با مؤسسه گوفاندمی شروع کردیم. مردم کمک مالی میدادن و ما هم تجهیزات میخریدیم. بعدش دولت دید که کار ما نتیجه داده، شروع کرد بهمون مجوز دادن و کمک کردن. ما بیش از 100,000 مراجعه در سال داریم و تا حالا هیچ کس داخل مرکز ما از اووردوز نمرده. چه رنگیشو میخوای؟ قرمز کریسمسی یا آبی؟ آبی؟ آره، بیا اینجاست، بگیرش. خوش باشی. داستان اومدن من به داونتاون ایست ساید اینطوری شروع شد که من توی یه بار کار گرفتم. نوازنده یه گروه پانک راک شدم و سبک زندگی اونا رو پیش گرفتم. بعد کم کم خیلی بهم خوش گذشت و رفتم سراغ مواد، در حالی که قسم خورده بودم هرگز نرم سراغش. اوایل که مفلوک شده بودم مردم میذاشتن رو کاناپه خونه‌شون بخوابم، اما اونقدر دزدی کردم که دیگه تو سال 2012 هیچ کی نمیخواست ریختمو ببینه. اونقدر خراب شده بودم که تو پیاده رو مردم منو میدیدن بچه‌شون رو کنار میکشیدن. انگار من زامبی بودم، یه مرده متحرک. این برخوردشون خیلی برام سنگین بود. اعتماد به نفسمو نابود میکرد. تو اون روزا فقط بهداشتیاران مرکز تزریق ایمن این سایت بودن که با من مثل یه آدمیزاد رفتار میکردن. این سایت که هم سارا و هم تری از اون صحبت کردن اینجاست. نخستین مرکز تزریق سالم در آمریکای شمالی که افتتاحش در سال 2003 یک اقدام انقلابی محسوب میشد. اما حالا قبله‌ای شده برای حامیان برنامه‌های کاهش آسیب در آمریکا و سایر نقاط جهان که تقریباً هر هفته یک گروه از اونها برای بازدید و الگوبرداری از این سایت به ونکوور میان. مراجعان میان اول اینجا، از روی میز هر چی برای مصرف لازم دارن برمی‌دارن. سرنگ، شم، بند پلاستیکی، کبریت، بعدش میان اینجا پشت این میزها که نور داره و روشنه میشینن. آینه هم داره که بهیارا بتونن از دور حواسشون به اونها باشه. این سایت از زمان آغاز بحران فنتانیل حدود 600 مراجعه در روز داره. ما و یه مرکز دیگه‌مون روی هم روزانه حدود 1000 مراجعه داریم. اما از زمان باز شدن این سایت و بقیه این مراکز تا حالا یک مورد هم مرگ ناشی از اووردوز نداشتیم. تو خودت میدونی ظرف 15 سالی که این سایت باز شده ما کلی گرفتار دادگاه و تحقیقات بودیم تا بتونیم اینجا رو باز نگه داریم. اما با شروع بحران فنتانیل طی چند سال گذشته حالا دولت بیشتر متوجه ضرورت چنین مراکزی شده و الان 20 مرکز مثل این رو در همه جای کانادا باز کرده. من 22 سال پیش وارد پلیس ونکوور شدم. اون روزا کارم شده بود از یه مورد اووردوز به مورد دیگه اعزام می شدم. تو دانتانی ساید، جایی که بیشتر دوران خدمتم اونجا بودم. اون روزا وقتی از برنامه توزیع سرنگ رایگان یا تأسیس مرکز تزریق سالم حرف زده می شد، من مخالف بودم. چون واقعا درکش نمی کردم. من سال 2001 از دانتان ایست ساید به جای دیگه ای منتقل شدم. وقتی داشتم میرفتم ماموریت، تازه چند تا خودرو ون توزیع سرنگ توی خیابونا راه افتاده بودن. وقتی 10 سال بعد یعنی 2011 برگشتم، گروهبان و مسئول واحدهای گشت‌زنی در داونتاون ایست ساید شده بودم. وقتی نبودم این سایت باز شده بود. اولین چیزی که به چشم اومد این بود که دیگه از این اووردوز به اووردوز دیگه اعزام نمی‌شدیم. من اینو مدیون مرکز تزریق سالم یعنی این سایت می‌دونم. میدونین 500 نفر روزانه میرن این سایت. اینطوری شد که من خیلی زود شدم طرفدار سیاست‌های کاهش آسیب. ببین شیب بحران داره کم کم میشه شکل کله قند.
نمیخوام زود نتیجه بگیرم، اما انگار داریم نمودار رو بهش انحنا میدیم، چون این اواخر کلی برنامه درمان نگهدارنده راه افتاد. کاری که سیاست کاهش آسیب میکنه اینه که آدما رو زنده نگه میداره تا وارد سیستم درمان بشن. برای همینم هم تو 4 سال گذشته پلیس ونکوور سعی کرده مسئولان رو وادار کنه به درمان توجه بیشتری بکنن. ما باید سیستم درمانی آماده و پذیرایی داشته باشیم. باید جایی باشه که وقتی این آدما احساس کردن که آماده هستن که مواد کنار بذارن و خواستن ترک بکنن، بشه اونا رو سریع از خدمات درمانی بهره مند کرد. الان تو سال 2018 که میفهمم چقدر وجود جاهایی مثل این سایت مهمه. من بی نهایت مدیونشون هستم. اون موقع که مصرف میکردم خیلی متوجه نبودم. البته میدونستم که نمیخوام به علت اعتیاد بمیرم، واسه همینم میرفتم این سایت. اما الان میفهمم که چطور اونا منو حفظ کردن تا بالاخره به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم ترک کنم. آخرین باری که یه ماده مخدر رو استفاده کردم 29 ژانویه 2016 بود. همه میتونن عوض بشن، نه؟ از هیچکی ناامید نشین. Last time they put him in, it was under suspicion. So this is going to be under what? He wasn't doing dope. من از 11 سالگی اینجا بودم. 30 ساله که توی داونتاون ایست ساید هستم. 11 ساله بودم که مادرم منو فروخت. خودشم کارگر جنسی بود. 13 سالم که شد دیگه حرفه‌ای شده بودم. برای همین هم مستقل شدم و تا همین 5 سال پیش تو خیابونا کار میکردم. 5 سال پیش دیدم دارم پا به سن میذارم. دیدم کلی از دوستان به قتل رسیدن. به خودم گفتم باید کنار بکشم. شروع کردم به کار کردن توی بازار سیاه به جای کنار خیابون ایستادن. اول یه سرپناه میخواستم تا مجبور نباشم تو خیابون کار کنم. و وقتی اومدم اینجا انگار همه چی افتاد رو غلطک. SRO بزرگترین اتفاقی بود که برای من افتاد. این روزا تو مستند و فیلم‌ها بازی میکنم. اما وقتی کار نیست بی پول میشم. البته یه کارایی این برانور میکنم. کمک هزینه دولتی هم میگیری؟ کمک هزینه دولتی هم میگیرم. ماهی 800 خورده ای. ماهی 375 دلار هم اجاره میدم. و حالا این بحران فنتانیل. اپیدمی فنتانیل چیزیه که من به عمرم اینجا ندیده بودم. اینکه یه چیزی بیاد و زندگی رو از کل محله جارو کنه ببره. 55 تا از دوستای من مردن. اوایل طوری شده بود که هر آخر هفته 3 تا تشییع جنازه میرفتم. اینو میشناختم. فکر کردن مرده، اما خیلی مطمئن نیستم. این هنوز زنده است. مدت زیادی با هم زندگی کردیم. اینم آشناست. تازگی ها دیدیش؟ سالهاست ندیدمش. مهم نیست درباره دانتانی سایت چیا میگن، اما ما اینجا خیلی حساس و نگران هم هستیم. فکر میکنی 5 سال دیگه کجا باشی؟ مطمئن نیستم. نمیدونم 5 سال دیگه سقفی بالا سرم هست یا نه. اینجا همه نگران آینده هن. مخصوصا نگران مسکن. نگرانن که نکنه این جایی رو که بهشون دادن از دست بدن. هرچی بیشتر آدم ها میمیرن جای خونه های حمایتی اونا برج میسازن و میرن بالا. به نظرت آخر این بحران کجاست؟ آخر این بحران محو کامل داونتاون ایستسایده. آخر قصه همه ما. داره به نفع اونایی که به دنبال ساخت و ساز اینجا بودن کار میکنه، نه به نفع بدبخت بیچارهای اینجا، آدمایی مثل من. من 5 سال کار نکردم، اما میدونم کار کردن تو خیابون یعنی چی. اینجا گوشه من بود. اینجا وای میستادم. کار راحتی نیست. این دخترها هزار تا بدبختی و کثافت میبینن. Right, 48 سالمه. از 14 سالگی تو خیابون کار کردم. اولین دستمزدم رو تو این هتل گرفتم وقتی 11 سالم بود. مادرم رو همینجا کشتن. رابطه یه عشق و نفرت دارم با این هتل. دوست دارم روش نوشته باشه من اهل هیستینگز شرقی هم.
مخروبه شدنش برای من ناراحت کننده است، اما خوبم هست چون قراره تعمیر بشه برای اسکان بی خانمان ها. یه جورایی انگار پایانه یه دورانه، پایان قصه من در حقیقت. بخش شرقی مرکز شهر ونکوور جدا از حال روز امروزش برای بیش از نیم قرن قطب اصلی تجارت و هنر این شهر بوده. در این عکس که 100 سال قدمت داره، کتابخانه قدیمی کارنگی رو میشه دید که امروز شهرت خودش رو به کتابخانه مرکزی ونکوور با معماری مجلل و مدرن داده. 11 سال پیش که من تازه به این شهر اومده بودم، یکی از محورهای اصلی انتخابات شهرداری معضل بیخانمانها در دانتان ایستساید بود. در اون ایام گیورگ رابرتسون یکی از شعارهای اصلی کارزارش رو ریشه‌کنی بیخانمانی انتخاب کرده بود. شعاری که میگفت از طریق واگذاری سویت های یک نفره با اجاره پایین و یا بازسازی و ساخت مجتمع های جدید برای اسکان بیخانمانها عملی خواهد شد. حالا بعد از 10 سال، در حالی که آقای رابرتسون روزهای آخرش رو در شهرداری میگذرونه، خیلی ها شعار اون رو تحقق نیافته و سنگ بزرگ ارزیابی میکنند. تو 10 سال گذشته افزایش چشمگیری نداشتیم. معنیش اینه که تونستیم با اسکان دادن هزاران نفر اوضاع رو کنترل کنیم، اما با ادامه رشد قیمت مسکن و پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن قشر محروم، مشکل همچنان پا بر جاست. آدم‌ها به ونکوور میان و در داخل شهر هم گاه آواره میشن. بنابراین اگرچه رشد خیلی کمی داشتیم، اما آمارها تقریبا تو این 10 سال ثابت موندن. مشکل دیگه‌ای که موزل رو بغرنج‌تر کرده اپیدمی اووردوز یا بیش مصرفیه. متاسفانه صدها نفر جونشون رو از دست دادن. امسال تا اینجا بیشتر از 200 نفر و پارسال هم 365 نفر، یعنی هر روز یک نفر جونش رو به علت اووردوز تو ونکوور از دست داده. فکر می‌کنید مثل اواخر دهه 90 که فیلیپ اوون شهردار بود و فشارها باعث آغاز برنامه‌های کاهش آسیب در اینجا شد، الان هم بحران فنتانیل فصل جدیدی تو سیاست‌های کلان مواد ایجاد می‌کنه؟ فکر کنم بحران خیلی بدتر از فاجعه‌ای باشه که در دهه 90 داشتیم. اون زمان هم افراد بر اثر مسمومیت با مواد یا بیش مصرفی جان می‌دادن. بحران هپاتیت و ایدز هم بهش اضافه شده بود. ما از اون تراژدی خیلی آموختیم. باعث شد که ساختارهای کاهش آسیب رو ایجاد کنیم، اما سیستم درمانی به اندازه کافی ایجاد نشد و سیاست‌ها در سطح استانی و فدرال اصلاح نشد. برای همین هم حالا متاسفانه هزاران نفر باید بمیرن، چرا که سرمایه گذاری لازم در درمان صورت نگرفته و ساختار سیستم مرتبط با اعتیاد و بیماری های روحی روانی عوض نشده. باید قبول کرد که یک کلید طلایی برای حل مشکل وجود نداره. سیستم درمانی ما معیوبه در سراسر کانادا. درسته که ونکوور بدترین وضع رو داره، اما آلبرتا هم همینه، آنتاریو و تورنتو هم همینه. همه جا آمارها دارن به سرعت بالا میرن. اووردوز پارسال 365 نفر رو در ونکوور کشت، یعنی روزی 1 نفر. در ونکوور آتش نشانان و آمبولانس ها به طور همزمان به ماموریت های اورژانس اعزام میشن و به علت نزدیکی جغرافیایی ایستگاه های آتش نشانی معمولاً اونها اولین گروه امدادی هستند که به محل میرسند. ما هم به سانحه و هم موارد پزشکی پاسخ میدیم. حتی اگر حضورمون مفید نباشه، میریم که مردم احساس حمایت کنند. این برای خانواده و قربانی هم دلگرمیه. پایگاه شماره 2 آتش نشانی ونکوور یکی از شلوغ‌ترین پایگاه‌های آتش نشانی در تمامی قاره آمریکای شمالی است. اونها در طول 2 سال گذشته به طور متوسط هر ماه بیش از 1100 تلفن دریافت کردند. بیشتر اووردوزا تو دانتان ایست‌ساید اتفاق می‌افته، اما اونایی که بیرون از این محله اووردوز می‌کنن 4-5 برابر بیشتر در معرض خطر مرگن، برای اینکه تو تنهایی مصرف و اووردوز میکنن و نالوکسان هم تو خونه ندارن یا اینکه شرم دارن از مصرفشون به اطرافیان چیزی بگن. بیا تو شری، ما مشغول فیلم برداریم. هیچ چیز مثل از دست دادن بچه آدم نیست. مرگ اولا روی ذره ذره وجودم اثر گذاشت.
اولا مدتی بود که اعتیاد داشت. گویا 3 سال قبل هروئینی تزریق میکنه که فنتانیل داشته. موقع مصرف تنها نبوده، ولی رفیقش بلافاصله او رو ترک میکنه و اولا رو بعداً توی راپله ها پیدا میکنن. میدونین مهمترین چیز تنفس مصنوعی تا آمبولانس برسه. اگه براتون راحت نیست، لباستون رو بکشید روی دهنتون و بعد تنفس مصنوعی بدید. اسم من لوزیو سالیوانه. پسرم پاتریک و ژانویه پارسال بر اثر اووردوز از دست دادم. چیز زیادی ندارم بگم جز اینکه انگار زمین رو یهو از زیر پاتون میکشن کنار. من 3 بچه دارم. بچه کوچکم تریستن اووردوز کرد. 21 سالش بود. از 15 سالگی اعتیاد داشت. من به گروه مادران علیه آسیب پیوستم، چون دنبال راهی برای سر کردن با مرگ برادرزادم جاستین بودم. جاستین پارسال بر اثر اووردوز با فنتانیل درگذشت. این کنیه، اینجا 10 سالشه. اینم مری جینه. بخش مهمی از کار ما مبارزه با داغ و ننگ اعتیاده، تا بلکه مردم بتونن به اعتیاد به عنوان یک بیماری نگاه کنن و نه جرم. بعضی روزا کم میارم، چون ما داریم تقریبا هر روز عضو میگیریم. با همه امکانات و رفاهی که ما تو خونمون داشتیم، با همه کتاب خوندنها و خدماتی که برای بچه هامون فراهم کردیم، باز اعتیاد به خونه ما اومد. میدونید داغ فرزند یا دلنگرانی والدین برای بچه ناخوش یه حسی است که طبقه اجتماعی، نژاد و زبان نمیفهمه. داغ فرزند، داغ فرزنده. قصه‌دار شدن مادر و پدر، قصه‌دار شدن مادر و پدره. گروه مادران علیه آسیب که از 2 سال پیش شکل گرفته، همکنون بیش از 500 عضو داره. اونها علاوه بر کمک به همدیگه برای تحمل داغ از دست دادن عزیزانشون، در زمینه تغییر سیاست‌گذاری‌های مربوط به درمان اعتیاد و فشار به سیاستمداران هم به طور فعال مشارکت می‌کنند. ما در بریتیش کولومبیا و کانادا متوجه شدیم سیستم بهداشتی و پزشکی ما در زمینه دانش اعتیاد و مواد خلأ داره. برای همین کار ما اینجا تهیه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های آموزشی بر اساس تحقیقات دانشگاهی و تجربیات بالینیه. به همین علت هم همیشه گروه‌های مرجع، یعنی والدین، اعضای خانواده، افراد تحت درمان و معتادان فعلی و بهبودیافته رو در تهیه این متون مشارکت می‌دیم. ما اینجا نقش مدافع حقوق معتادان رو ایفا می‌کنیم تا سیاستگزاران رو وادار به اصلاحات کنیم. هدف اصلی رسیدن به خدمات درمانی و مراقبتی بهتر برای معتاد، ننگزدایی و رعایت شأن معتاد توی مطب دکتر و بقیه جاهاست. الان هدف اصلی ما پاک کردن ننگ از چهره معتاد و جرم زدایی از اعتیاده. البته توی بلند مدت به دنبال قانونی کردن مصرف همه موادیم تا افراد بر اثر مسمومیت مواد خیابونی نمیرن. کارهای داوطلبانه و کمپین‌هایی که این گروه از مادران در 2 سال گذشته صورت دادن، به شکل‌گیری یک عزم ملی برای مبارزه با بحران اووردوز کمک فراوانی کرد. نمیتونم بگم چقدر از شما ممنونم. ما به شما افتخار میکنیم. ونکووری که من 10 سال پیش ترک کردم بسیار بشاشتر از امروز بود. فنتانیل این شهر تا مرز استیصال پیش بود. با وجود این، جنب جوشی که در لایه‌های مختلف این شهر شکل گرفته، در 1 سال گذشته از شیب تند نمودارها کاسته و با وجود بیشتر شدن فنتانیل در بازار مواد مخدر غیرقانونی، تونسته تعداد مرگ و میرهای ناشی از اووردوز رو ثابت و تا حدودی پایین بیاره. بنابر اونچه که در این چند روز اینجا دیدم، این شهر یک بار دیگه مثل اواخر دهه 90 میلادی بستر انقلابی جدید در زمینه مبارزه با مواد خواهد شد. انقلابی که این بار خواسته هاش پاک کردن ننگ از چهره معتاد، جرم زدایی از مصرف مواد و سرمایه گذاری کلان در زمینه درمان
جنبشی که به احتمال زیاد پیامدهای اون همچون دو دهه گذشته الگوی جدیدی برای سایر نقاط جهان خواهد شد. نقاطی که دیر یا زود، خواسته یا ناخواسته، باید منتظر ورود فنتانیل به بازار مواد مخدر خودشون باشند. همه برنامه‌های 37 درجه رو میتونید در پلیلیست 37 درجه کانال یوتیوب بی بی سی فارسی تماشا کنید. با هشتگ 37 درجه ما رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنین. همینطور به ما ایمیل بزنین. 37@bbc.co.uk. تنتون سالم، دلتون شاد، روانتون آرام.